امروز قراره که در مورد تفاوت‌های فنلاند و ایران صحبت کنیم. خیلی ها در مورد تفاوت‌های فنلاند و ایران تصورات غلطی رو دارن و با دیدن این ویدیو اطلاعاتتون میره بالا. حتما تا آخر این ویدیو رو ببین، پس بدون حرف زدن بزن که بریم. خب موضوع اول اینه که همه فکر میکنن فنلاند بالا شهر و پایین شهر داره. همونجور که میدونید داخل ایران خیلی بالا شهر پایین شهر هست. مثلا میگن یه جای شهر خیلی خوبه و امکانات خیلی خوبی داره یا همش پولدارا زندگی میکنن و یه جای شهر هست که مثلا همش فقیرا زندگی میکنن متاسفانه. ولی خب داخل فنلاند اینجوری نیست که مثلا بگن آقا شما این منطقه بالا شهر و این منطقه پایین شهر، یا مثلا فقط این منطقه واسه پولداراست اون منطقه واسه فقیراست و همه امکانات و همه چیزا تقسیم شده و اینجوری نیست که مثلا یه منطقه زیاد امکانات داشته باشه و یه منطقه هیچ امکاناتی نداشته باشه و معمولا همه مردم فنلاند در یه رنج هستن، یعنی یه رنج مالی، به خاطر همین زیاد پولدار و فقیر نمیبینی. اینجا در اصل فقیر نداره، اینجا رنج متوسط داره و پولدار. پولدارا اینجوری نیستن که مثلا بیان فقط داخل یه منطقه بگیرن، بیشترشون پراکندن و داخل منطقه‌های مختلفن. مثلا میبینی یه خونه مردم عادی پیش همون پولدار است، یعنی زیاد این پولدار و منطقه و اینا اینجا معنی نداره. دومین تفاوت ایران و فنلاند در اینه که مدارس غیر دولتی و دولتی اصلا اینجا ندارن. یعنی مثلا داخل ایران شما اگر پول بدید مدارس غیر دولتی میتونید بچه‌تون رو اونجا ثبت نام کنید و خب مدرسه‌های غیر دولتی امکانات بیشتری دارن، مثلا کامپیوتر یا حالا چیزا برنامه‌های مجزایی دارن که معمولا بهتر از مدرسه‌های عادی خود ایرانه. ولی خب خوبی فنلاند اینه که از این خبرا نیست. همه مدرسه‌های فنلاند بدون کم و کاستی ارائه میشن و اینجوری نیست که یه مدرسه بهتر از دیگری باشه. همشون در یه رنجن و با بهترین معلم‌ها درشون قرار میگیرن. پس کسایی که اینجا هستن نگران نباشن که کدوم مدرسه بهتره، کدوم بهتر نیست. خلاصه دیگه از این خبرا نیست. همه مدرسه داخل یه رنجن و یه لولن و با بهترین کیفیت ارائه میشن. سومی فرق ایران و فنلاند اینه که خونه‌هاشون خیلی فرق میکنن. اون موقعی که من ایران بودم اینجوری بود که یه نفر باید حداقل خونه ویلایی داشته باشه، یا اگرم خونه ویلایی نداشته باشه خونه آپارتمانی داشته باشه و واقعا هم بزرگ باشه و بهترین تجهیزات، بهترین همه چیز داخلش گذاشته شده. ولی خب خودشون با تلاش خودشون میذارن و میخرن. ولی خب وقتی اینجا هستی، اینجا خونه هاشون مثلا یه خونه مثل ایران ویلایی بخوای بگیری خیلی پا در میاد و مثلا اگر شما ما بگیم پولدار باشی داخل اینجا میتونی که خونه ویلایی بگیری که خونه ویلایی چند متره، مثلا فکر کنم 100 متر همین قد باشه. ولی خب خونه گرفتن اینجا خیلی گرونتر از ایرانه نسبت منظورم به خرید مردم، چون که ایران راحت میشه خونه گرفت و حداقل اجاره کرد بهترین خونه رو، ولی اینجا یکم سخت تره. ولی خب این نظر منه، ممکنه کسای دیگه نظر دیگه داشته باشن، هر کس نظر متفاوتی نسبت به این داره. ولی خب من بهتون گفتم اون موقع که داخل ایران بودم، احتمالا خیلی چیزا الان فرق کرده و این نظر شخصی من. اگر دوست داشتی نظر خودت هم بیان کنی حتما داخل کامنت ها بنویس که منم ازش مطلعشم. دمت گرم. سابسکرایب هم یادت نره. تفاوت آخر ایران و فنلاند اینه که حقوق زن و مرد یکیه و این از نظر من خیلی خوبه، چون که مثلا میتونم براتون یه مثال بزنم. داخل ایران وقتی شما میرید بیرون یه کافه، یه رستورانی، هر چیزی که دلتون میخواد بخورید، وقتی با پارتنرتون میرید شما باید همه مبلغا رو بپردازید و این فشار روی یک نفر میاد. ولی خب اینجا خیلی خوبه، اینجا مثلا شما میرید با پارتنرتون بیرون و اینجوری که همه چیز 50-50، اون واسه خودش حساب میکنه، شما هم واسه خودتون، اون غذای خودش، شما غذای خودتون و اینجوری انگار فشار روی یه نفر نیست، فشار مساوی میشه. و همچنین زنان و مردان هم در یه حد حقوق میگیرن که اینم واقعا خوبه. ولی خب یه چیزیش که جالبه، این 50-50 یعنی پول من واسه خودم، پول تو واسه تو، به یه جایش دیگه زیاده روی میشه. چون که مثلا یارو من اینجا شنیدم 5 سال ازدواج کرده و هنوز که
هنوزه میگه پول خودم واسه خودم، به پول خودت هم واسه خودته. البته اینو من میگیرم، ولی خب اینشو نمیگیرم که مثلا آقا شما میرید بیرون 5 سال ازدواج کردی و خب حالا چی میشه یه ناهاری هم واسش بخری، یا مثلا اون زنه اون واسه مرده بخره چی میشه؟ بله خب 50-50 خیلی خوبه، برابری واقعا خوبه، حداقل یکی از چیزایی که ما داریم الان واسش داخل ایران تلاش میکنیم. خب اینم بود از تفاوت ایران و فلان. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنی، و اگر تفاوت دیگری به نظرت میرسه حتما حتما داخل کامنت ها بهم بگو که ما هم نظرتو بدونیم و با بقیه به اشتراک بذاریم. دمت گرم و تا ویدیو بعدی، پیس اوت.